جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. برنامه این هفته جهان دانش به دو مدل متفاوت کلاس درس در ایتالیا و بریتانیا اختصاص دارد. همچنین درباره کلاس مطلوب با یک کارشناس آموزش در آمریکا گفتگو می‌کنیم تا نظرات او را در این باره بشنویم. Join us now as we run the slide rule over classrooms around the world. معمولاً کلاس بندی دانش آموزان بر اساس گروه سنی است. ولی در مناطق دورافتاده لزوماً اینطور نیست. اول به یک مدرسه در ایتالیا می رویم. در یک کلاس کوچک بچه ها با سن و سالهای مختلف در سر یک کلاس می نشینند. ببینیم دانش آموزان و آموزگاران در این کلاس چطور کار می کنند. اتوبوس مدرسه هر روز صبح از روستاهای اطراف این کوهستان در دره مونیا 9 بچه را جمع می کند و تا دم مدرسه می رساند. راننده این اتوبوس پلیس محلی فرانچسکا کانوواست. من هر روز صبح با اتوبوس به منطقه لیزیو میرم. این دوتا دانش آموز رو سوار میکنم و به ویولا میبرم. بعد از کوه بالا میرم به بریکو. آنجا هم دوتا بچه دیگر رو سوار میکنم و به ویولا میرسونم. دو سال پیش تنها مدرسه ابتدایی ویولا در خطر بسته شدن بود. دلیل آن مشکل رفت آمد و نیامدن بچه ها. اما به دنبال توافق والدین و مقامات محلی این مدرسه بسته نشد و در اصل نیت و اقدام مثبت این افسر پلیس محلی که وظیفه بردن و آوردن بچه ها را قبول کرد مانع از بسته شدن مدرسه شد. در این کلاس درس دو معلم بچه های کلاس اول تا پنجم را درس می دهند. به نظر کار آسانی نیست. جاکومو و مارینا کلاس دوم هستند. این کلاس سومه، لورنزو و آلسیا. و اینجا کلاس پنجمه. تونستیم کلاس رو فعال نگاه داریم. مرتب در کلاس میگردیم تا به همه برسیم و همه بچه ها کار کنند. موضوع درس رو طوری انتخاب میکنیم که برای همه مفید باشه. مثلا برای کلاس پنجم یا چهارم، گاهی هم کلاس سومی ها. خسته میشیم ولی راضی کننده است. بچه ها با این وضع عجیب چطور کنار می آیند؟ برای ما معلم ها هم عجیبه، ولی بچه ها همیشه با همه چیز بهتر انطباق پیدا می کنند. مارینا، دوست داری تو این کلاس با بچه های بزرگتر از خودت باشی؟ بله. چرا؟ برای اینکه به من کمک می کنند. این روستاها در دهه 60 کم سکنه شد. مردم برای کار به شهرها رفتند و روستاها و کوهها خالی شدند. تعداد بسیار کم دانش آموزان تا به حال که موفق شدیم این کلاس و مدرسه ویژه رو باز نگه داریم، برای اینکه خانواده های ساکن این منطقه به مدرسه در همینجا احتیاج دارند. ما تلاش میکنیم همین گروه اندکی که اینجا باقی ماندن رو تشویق به ماندن کنیم، کسانی که ریشه هاشون در همینجاست. این چهره واقعی مدرسه در مناطق کوهستانی است. تعداد بسیار کم دانش آموزان. در مقابل عده‌ای میگویند تعداد کم دانش آموز در یک کلاس نتیجه بهتری دارد. اما واقعا اینطور است؟ برای جواب با کارشناس مسائل آموزشی ماتیو چینگوس گفتگو کردیم. کلاس درس مطلوب چند اندازه است و آیا روی یادگیری بچه ها تأثیر دارد؟ جواب من این است، بستگی دارد. اما سؤال مهمتر از رابطه اندازه کلاس با بازدهی آموزشی در کلاس کوچک مسئله بازدهی مالی است. کلاس کوچک طبیعتاً پرهزینه تر است، برای اینکه تعداد بیشتری معلم و کلاس درس و غیره لازم است. می توانیم به جای آن پول بیشتر را صرف استخدام معلم های بهتر کنیم، یا بخواهیم همین پول را صرف تکنولوژی، کتاب های درسی و یا فعالیت های فوق برنامه و یا صرف نیازهای دیگر مدرسه بکنیم. کلاس بندی معمولاً بر اساس سن بچه یا تاریخ تولد آنهاست. فکر میکنید تعمیم قاعده سن ضرر داشته باشد؟ آیا در دنیای مطلوب بچه ها خودشان میتوانند کلاسشان را انتخاب کنند؟
من مطمئنم برای اینکه مدل کلاس درسی که ما الان داریم مربوط به قرن‌ها پیش است. امروزه با پیشرفت فناوری و افکار جدید در دنیا نمی‌توانیم فکر کنیم این تنها مدل قابل اتکا است. امروزه بحث درباره مدلی از کلاس درس است که تعداد دانش آموزان بیشتری دارد که در آن با استفاده از فناوری و کامپیوتر دانش آموزان خودشان سرگرم یادگیری هستند و معلم‌ها به عنوان راهنما هدایتشان می‌کنند. از طرفی این کار به معلم وقت بیشتری برای کار تک نفره با بچه ها میدهد. بله، به نظر من یک کلاس درس و یک معلم و یک گروه دانش آموز را می توانیم زیر سوال ببریم. آیا در جاهایی می توان اندازه کلاس ها را کوچکتر کرد؟ قطعا در بعضی موارد کاهش اندازه کلاس مفید است. به نظرم بهترین حالت این است که خودمان را مقید به یک اندازه ثابت برای همه نوع کلاس ها نکنیم. در بعضی جاهای دنیا کلاس کوچک خیلی پرهزینه است و احتمالاً استطاعت آن وجود ندارد. به عنوان مثال تحقیقات نشان می‌دهد که کلاس های کوچک برای دانش آموزانی که از خانواده های کم درآمد هستند مفید است. به همین دلیل می توانید منابعتان را بر این اساس برنامه ریزی کنید. مثلا استخدام معلمان متخصص برای کلاس های بزرگتر و استخدام تعداد بیشتری معلم تازه کار برای کلاس های کوچکتر تا زمانی که این معلم ها هم تجربه کافی در اداره کلاس کسب کنند و یا کلاس های بسیار بزرگ را به معلم های خیلی با سابقه بدهید که به راحتی کلاس را اداره می کنند و روش تدریس مناسب در این کلاس ها را بلدند. بنابراین بر اساس شرایط باید تصمیم گرفت. Thank you, Mr. Chingos. Great, thank you. در گزارش بعدی شاهد یک تجربه کاملا متفاوت آموزشی در بریتانیا خواهیم بود. در یک مدرسه در نورفولک آموزگاران با کلاس‌های بسیار بزرگ با دانش آموزان به شکل گروهی کار می‌کنند. کیفیت آموزش در این کلاس چگونه است؟ با هم می‌بینیم. برخلاف تصور رایج درباره کارایی آموزشی در کلاس درس کوچک، در این مدرسه ابتدایی در میدان شهر کوچک ایلشم در نورفولک بریتانیا از یک روش آموزشی گروهی در کلاس بزرگ استفاده می‌کنند. در این کلاس 69 نفره بچه‌های کلاس چهارم اول درس را می‌گیرند و بعد به گروهشان می‌روند. دو معلم برای دو گروه و سه کمک معلم و همزمان یادگیری دو طرفه. این آقای جان استالینگ مدیر مدرسه است که درباره فلسفه آموزشی این مدرسه با ما گفتگو می‌کند. فلسفه ما این است: یادگیری مهمتر از درس دادن است. فکر می‌کنم کار ما نوعی تشریک مساعی و یادگیری از همدیگر و از آموزگاران است. این مدل آموزشی بر اساس این فلسفه تهیه شده. اصولاً تأسیس این مدرسه و کار گروهی ما اینجا دقیقاً بر اساس همین فلسفه بوده. جای خوشبختی است که چنین فکری صورت عملی گرفت، برای اینکه کسانی در مدرسه داریم که توانستند آن را عملی کنند. آموزگاران در اینجا کار تدریس و امتحان را مشترکاً انجام میدن. هر آموزگار در درسی که تسلط بیشتری دارد تدریس میکند و دیگری نقش حمایتی و کمکی را به عهده دارد. یکی از اهداف تقویت و ترغیب مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان از راه مشاهده و یادگیری تشریک مساعی آموزگاران و کمک معلم هاست. معمولاً تدریس روزانه را بر اساس نقاط قوتمان برنامه ریزی می‌کنیم. یعنی درس‌هایی را بر عهده می‌گیریم که تسلط بیشتری در آن داریم. خوشبختانه گروه من و نیکولا خوب جور شده. تدریس ریاضی با نیکولا و انگلیسی با من است. با این تدریس آزاد و درهای باز سر کار آمدن لذت بیشتری دارد. هر دومان همیشه در حال یادگیری و تبادل افکار هستیم. شعار مدرسه انعطاف است که به بچه‌ها نه تنها امکان فضای بیشتر و ارتباط با افراد بیشتر را می‌دهد، بلکه آموزگاران هم باید انعطاف پذیر باشند. انعطاف پذیری ما به این صورت است: 5 بزرگسال و 3 فضای کاری. بر اساس اینکه در کجای مدرسه باشیم کار متفاوتی انجام می دهیم. مثلا من به 70 دانش آموز ریاضی درس می دهم و همکارم مثلا به 15 تا 20 دانش آموز درس عقب افتاده دیروز را یاد می دهد، یا به بچه هایی که درس را خوب یاد گرفتند تمرینات بیشتری می دهد. با بچه ها به کلاس مجاور می رود و به طور ویژه با آنها کار می کند. در این مدرسه دانش آموزان و آموزگاران هر دو هم الگوی کلاسی دارند و هم انعطاف پذیری برای باز کردن بالاپرهایشان و شرکت در گروه های متفاوت. هیچ کس، چه معلم و چه دانش آموز، در یک گروه ویژه جای ثابت و غیر قابل تغییر ندارد. Well,
شما هم می توانید افکار و نظرات و تجربیاتتان را درباره کلاس درس مطلوب با ما در میان بگذارید از طریق فیسبوک و توییتر و برای دیدن تازه های آموزش از وبسایت دنیای آموزش بازدید کنید. جهان دانش در همکاری با وایز طرحی از بنیاد قطر.